سلام وقت شما و خیر به خبر ده از تمدن خوش آمدید مراسم اربعین حسینی با حضور گسترده عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مساجد و حسینه های شهر کابل برگزار شد عزاداران روز گذشته با برپایی مراسم های ختم قرآن کریم سخنرانی مداهی و سنزنی با آرمان ها و اهداف قیام سید شهدا تجدید پیمان کردند آلمان عالمان دین نیز قیام عاشورای حسینی را مکتب انسان برای تمامی جوامع بشری میدانند که برای همه انسانها درس عزت آزادگی و استادگی در برابر ظلم و عدالتی میدهد میلیون ها عاشق و دلباخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیروز در شماری از کشورهای جهان از اربعین حسینی گرامی داشت کردند از جمله عاشقان حسینی در ایران لبنان سوریه انگلیس کانادا هلند و ترکیه با حضور در جاده و اجتماعات شور و شیدایی حسینی را به نمایش گذاشتند رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز با حضور پرشکوه مردم به ویژه جوانان در راهپیمایی اربعین اشاره کرد و خطاب به جوانان گفت همیشه حسینی زندگی کنند و حسینی بمانند. نخست وزیر عراق شمار زائران اربعین امسال را بی سابقه دانست و بر ادامه خدمات رسانی به زائران تاکید ورزید. شمار زائران اربعین امسال به بیش از 22 میلیون زائر اعلام شده که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. محمد شیع سودانی نخست وزیر عراق در یک نشست خبری با حضور وزرای کابینه این کشور گفت همه امکانات دولت برای تأمین شرایط مناسب برای استقبال میلیون‌ها زائر به کار گرفته شده و ارائه خدمات زائران همچنان ادامه دارد فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز گفته که دستگاه های امنیتی این کشور تمامی رویدادها را رصد میکند تا امنیت این مراسم جهانی که دشمنان در پی برهم زدن آن هستند تأمین شود وزارت داخله عراق هم تاکید کرد که طرح امنیتی ویژه اربعین تا بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت به دنبال وقوع درگیری دیروز میان نیروهای مرزی افغان و پاکستانی گذرگاه ترخم بسته شد وزارت امور داخله با تایید این درگیری گفته نیروهای مرزی افغان با هم... حمله پاکستانی ها پاسخ دادند آمر ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار نیز گفته درگیری زمانی که نیروهای مرزی افغان در حال ساخت پاسگاه بودن از سوی مرزبانان پاکستانی آغاز شد برخی منابع گفته در درگیری دیروز چهار کودک دو نیروی مرزی افغان و دو نظامی پاکستانی کشته شده و شمار هم زخم برداشتند سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید گروه های تروریستی در افغانستان همچنان فعالند و اقدامات کابل در مبارزه با آنها کافی نیست ماریا زاخاروا تای سخنانی به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن دیپلمات های روس در کابل گفت مشکل مبارزه با گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان هنوز جدی است او تاکید کرد برای مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان و ثبات در این کشور همکاری مشترک کشورهای منطقه لازم است این در حالی است که کابل اما همواره گفته هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد و داعش نیست سرکوب شده است سازمان حمایت از کودکان تاکید می‌ورزد که جامعه جهانی نباید در وضعیت فعلی به مردم افغانستان پشت کند این سازمان در خبرنامه گفته افغانستان برای سیومین سال پی هم خشکسالی را تجربه می‌کند و دسترسی مردم به مواد غذایی و آب دشوار شده است در این خبرنامه گفته شده خانواده‌های افغان به ویژه کودکان در صف اول قربانیان و آسیب پذیران خشکسالی قرار خواهند گرفت سازمان حمایت از کودکان از جامعه جهانی خواسته در نشست هفته آینده در بروکسل که روی افغانستان تمرکز دارد باید تعهدات عملی برای حمایت از این کشور صورت بگیرد. ژاپن اولین کاوشگر هوشمند خود برای تحقیق در سطح ماه را به فضا پرتاب کرد. این کاوشگر هوشمند برای بررسی کره ماه امروز 5 شنبه از مرکز فضایی گانگاشما در جنوب غربی ژاپن به فضا پرتاب شد پرتاب این کاوشگر فضایی چندمین بار به دلیل شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاده بود این کاوشگر همچنین مجهز به دوربین مخصوصی است که میتواند میزان آهن و سایر عناصر موجود در سنگ های سطح ماه را اندازه گیری کند در صورت موافق دامیز بودن این معموریت جوان پس از روسیه، امریکا، چین و هند و پنجمین کشور جهان تبدیل خواهد شد که کاوشگر خود را بر روی ما فرود می آورد بلنده های عزیز این خبر ده بود که تقدیم حضور شما گردید روز شما به خیر خدا نگهدار